شاهنوزه نودری معاون وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در مصاحبه با خبرگزاری روسی تاس گفت حدود 95 مهاجران کره از این جمهوری به جستجوی کار به روسیه می روند. شاهنوزه نودری گفت مهاجران تاجیک اساسا به ایرکوتسک، چتا، نوسیبیرسک، راستوو لابیدون، مسکو، سانکت پترزبورگ و ولایت های مسکو و لنینگراد می روند. بنابر آمار رسمی خدمات مهاجرت تاجیکستان در 10 ماه سال 2021 از این جمهوری برای کار 321353 نفر به روسیه سفر کردند. این ارقام از آمار رسمی روسیه خیلی فرق میکند. وزارت کارهای داخلی روسیه اخیرا خبر داد که طی 9 ماه ژانویه سپتامبر سال 2021 در مقامات مهاجرت روسیه 2,025,712 شهروند تاجیکستان خود را ثبت نام کردند و 1,597,481 نفر آنها در سندهایشان در مقامات مهاجرتی روسیه نشان دادند که به روسیه ماس به جستجوی کار آمدند. شاهنوزه نودری چنین فرق در امور دو کشور را به آن ربط داد که بسیاری از مهاجران تاجیک شهروندی روسیه را هم دارند و هنگام خروج از جمهوری همچون شهروند روسیه ثبت شده از امور مهاجرت کوری بیرون میمانند. اما در روسیه همه آنهایی را که از تاجیکستان میآیند، از جمله آنهایی را که شناسنامه روسی دارند، برای خط مهاجران داخل میکنند. گفته است معاون وزیر با دلیل های نچندان قانع کننده. بنابر آمار مقامات تاجیکستان یک بخش دیگر مهاجران کره از این جمهوری به جستجوی کار به قزاقستان و قسمی به کشورهای خارج دور برای مثال به امارات عرب یا ترکیه هم میروند. مقامات تاجیکستان اعتراف میکنند که پول های فرستاده مهاجران کره یک منبع اساسی تامین روزگار خانواده های آنها بوده، به افزایش گردش پول و مال در کشور نیز مساعدت میکند. بنابر آمار بانک ملی سال 2019 به تاجیکستان از خارج 12 میلیارد دلار پول وارد شده است که 12.5 میلیاردش از روسیه آمده بود. اما سال 2020 به دلیل پاندمی کرونا ویروس انتقال پول از روسیه 800 میلیون دلار کمتر شده، همگی 1.7 میلیارد دلار را تشکیل داد. تاجیکستان و روسیه سال 2020 درباره انتقال منظم مهاجران کره قرار داد بستند، ولی به سبب پاندمی با اجرای این برنامه تنها سال 2021 شروع کردند. شاهنوزه نودری گفت ماه ژانویه نخستین گروه مهاجران عبارت از 130 نفر توسط هواپیمای چارتری به ایرکوتسک فرستاده شد و بعداً 1300 نفر توسط اگنتی شغل و 560 کس دیگر توسط شرکت‌های خصوصی شغل به شکل منظم به روسیه فرستاده شدند. اما به گفته خانم نودری بسیاری مهاجران به خاطر معاش بلندتر ترجیح می‌دهند که خودشان مستقلانه به روسیه بروند. از طرف دیگر برخی مهاجرانی که توسط وزارت فرستاده می‌شوند بعداً در روسیه کار با معاش بهتر پیدا کرده، از کارفرمایانی که آنها را به آنجا بردند فرار می‌کنند و این باعث نوفهمی‌ها بین مسئولین وزارت و آن کارفرمایان نیز می‌شود. به این دلیل وزارت حالا از والدان مهاجرانی که به روسیه می‌فرستند زبان خط می‌گیرند.